جناب مولانا گروهیش نه اونا نتیجی تحقیقات شب بود گوشتایی اعلام کرده برمشنم اعلام کرده جان عمومون ذهنینی بر مختوش اتکن بر مسئله واده من قشتاد اتبه یا آخده پیشتاد به بلیجه قردش راهیمه چون اکی طرف هم نظر محترم کنون ایسیانو شدی یولی اکی یا هرکم محکوم بپایده یک یولی بر آخده برلن یولن تقمان گرونه ده bu taraftan hiç güne oyun çağıran adamla batıl deyip bırak onu aydın ol ki. Cenab-ı Mevlana şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu. Hayşen tahammül ve lakulahım. Doğallarım. Azizane muhterem. Do guru. دوستانه نظریات خود را ارائه کردم. البته دلائل هر دو گروه من دو حدیث را در نظر میگیرم. یکی حدیث سوء رؤیته و فطر رؤیته. دوم حدیث کرد که به غیر از بخاری همه محدثین اون را نقل کردن. حالا ما اگر حدیث سومو لرؤیته و افترو لرؤیته را در نظر بگیریم که دوستان گفتن ظاهر روایت از این حدیث استنباط شده و همین حدیث را مستمسک قرار دادن، آیا امروز امکان دارد که ما آل شرق را مکلف بکنیم اگر رؤیت ما در غرب شد؟ آل شرق مکلفن که روزه بگیرن یا برعکسش. مسئله فرضیه هست. اگر بالفرد در ژاپن که در خاور دور هست مردم اونجا ما را قبل از خورشید دیدند. مردم ژاپن ماه شعبان را قبل از طلوع خورشید دیدن که بله طلوع کرده و این را که قطعا ما میدانیم که ما بطی و سیره خورشید سریعتر حرکت میکنه، ما عقب میماند، آمد محاق شد، آمد به جای رسید که در کنار خورشید قرار گرفت. در امریکا رفتن روز پنجشنبه من حساب میکنم، در پنجشنبه مردم ژاپن ما را قبل از خورشید دیدن، آمد ما و خورشید مساوی شدن، ما عقب مون. در امریکا رویت شد، روز هم روز پنجشنبه است. الان مردم ژاپن چی کار میکنن؟ روز پنجشنبه را قضایی بیارن یا نه؟ این یک سوالی هست. خب اگر ما بگویم سومی رویتهی و اینا که ما را قبل دیدن، اونجا سومی رویتهی مردم امریکا بعد دیدن، ما را دیدن، همونطوری با جمع غفیر و غیره ثابت شد. آیا مردم ژاپن باید این روز پنجشنبه را قضایی بیارن که جناب آقای گرجی این ثابت شده که میگه شما این اونجاست؟ من ثابت در کتابا نوشتم، در همه کتابا نوشتم که بله نوشتم که اینجا ما میدونیم از روی تجربه که این مثلا ما در اینجا در شرق دیرتر دیده میشد تا غرب. خب این یک بزن سوالیه. الان من مثلا این است، اگر ما بگوییم که همه عالم به این حدیث مکلفن که سومین رویتهی و ابترولی رویتهی، خب صحابه کرام چرا این را اعتبار نکردن؟ اون حدیث کرد که وقت در شام اون صحابی گفت ما دیدیم، خود من دیدم، مردم دیدن، معاویه هم دستور داد روزه گرفتیم روز جمعه و مردم مدینه گفتن که ما روز شنبه ما را دیدیم. عبدالله ابن عباس گفت که نه، من با دیده معاویه و مردم شام کاری ندارم. و بعدا در پایان حدیث فرمایند که ها کزا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. چطوری رسول الله که وقت اون حدیث می رسوم لرویتهی و اطول لرویتهی این که رسول الله ما را امر کرده رفع حدیثه که عبدالله ابن عباس می گوید ما را رسول الله چنین امر کرده که ما اینطوری بگیریم و روزه گرفتن معاویه را، روزه گرفتن آل شام را، روزه گرفتن اون فرد که خودش من با چشم دیدم شهادتم قبول شد
در نزد امیرم قبول شد، امرم شد که روزه را گرفتند، اما مردم مدینه عبدالله بن عباس چرا اون شهادت را رد میکنند؟ چرا اون شهادت رد میشود؟ پس هر قطر را ما برای خودش بگوییم. لذا سه تا نظر هستن در اینجا. نظر یک امون که مطلقه که شر و غرب آرام را لازم میشود، این اصلا امکان پذیر نیست. اون که ما بگوییم اصلا اعتبار ندارد اونطوری، یعنی اگر قطر نزدیک دیدن اونا را بگوییم. پس امون مسئله یکی از علمای متأخرین، خب اینا 20 نفر ترجیح دادم که اون اختلاف مطالعه را معتبر کردم. گفتن لا عبرت نه، اعتبار دارد. اون اعتبارش دوباره من بلاد قریب و بیده کردم که در اینجا مثلا شما ببینید که امام قدوری، امام مرغینانی، صاحب هدایه، امام قاسانی، امام والولاجی، امام زینعی و علامه تحتاوی و اختاره من المتأخرین علامه لکنوی، امام محمد انور شای کشمیری، محقق شبیر احمد عثمانی و مفتی محمد شفیع عثمانی و علامه محمد یوسف بن نوری هنا امر امین که اختلاف مطالعه معتبر هست ترجیح دادن. چیست؟ معتبر هست برای هر فطری اونجا. اگر ما بیاییم مثلا فران جا دیدن، اولا منطوری که جناب استاد عبدالرحمن آخوند فرمود که جناب استاد محمد آخوند فران فرمودن، ما امین چطوری ثابت میکنیم که در اونجا دیده شد؟ بالفرض الان آمد از صدا و سیما اعلان شد که فلان جمع رویه شده، دیدم جمع غفیر شهاده دادن، گفتم که همونطوری در این جمع در ترکمن سارا فضا صاف بود، هیچ نو غلیم در آسمان نبود، ما هر چی نگاه کردیم هیچی ندیدیم. خب اونجا گفتن اعلان کردن الان بر ما لازم است، ما که دیدیم که جمع دیده نشد اما برای اونا دیده شده. و همین مسئله را میبینن که آل خراسان با آل اندلس فرق میکنن، در همه کتاب میاد آل خراسان با آل اندلس فرق میکنند. اگر در خراسان دیده نشد در اندلس دیده نشد این لازمه. یا مثلا دیگه مسئله را آوردن که اگر دو تا برادر مثلا اون ما به نماز قیاسش نمی کنیم، گفتن در روز پنجشنبه یکی در مثلا شرق مرده که در غرب، اون گفتن هر دو تا در وقت نماز زور مردن. خب الان این میراثش طوری تقسیم میگه، دو تا وارث موروث اینطوری مردن، ما میراثش طوری تقسیم میکنیم؟ آیا اون که در شرق میراثش جلوتر تقسیم میشه یا اون که در غربه؟ قطعا میدانیم که در غرب بادر مرده. حالا من نظرم این است که اگر بلاد قریب و بعید، البته این نظر شخصی منه، بلاد قریب و بعید بودن اینجا اعتبار میکنیم مطالعه را، اگر نه که چه اگر قریب بودن اینا یا حاکم یکی بود اینجا همون نظر حاکم، یا همون که دیدن یک گروه اینجا دیدن مثلا که اونم میگن هزار کیلومتر یک روز را چه یک مرا را معتبر میکنن. نظر من این است که اگر یک مرا بود یا همون هزار کیلومتر بود یا حاکم واحد بود اعلان کرد لازم است، هم روزه لازم و هم عید لازم است. اگر اینطوری نبود من اختلاف مطالعه معتبر میدانم. هر کشوری برای خودش باید روزه داشته باشد و عید داشته باشد. ما اینکه امت اسلام را متشتت میکنیم این نیست، اصلا امکان ندارد، مگر در صورتی که همه سران کشورها بیان متحد بشون، علما را بگویند که بله اگر در هر جا ثابت شد ما اعلان میکنیم برای همه معتبر باشد، و الا هر کسی ساز خود را میزند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. تشکر استاد.